درود بر شما. امروز میپردازیم به روش مضراب زدن به تار. نکته بسیار مهم در این مورد هم در ستار و در تار، در واقع وزن دست در ستار وزن انگشت هست که باید وارد بشه به سیم. ما میبایستی دستمون رو کاملا لخت بگیریم و با سرعت زیاد مضراب رو از سیم رد کنیم در ستار و در تار. هر چقدر که سرعتی که مضراب از سیم رد میشه بیشتر باشه، انرژی بیشتری به سیم وارد میکنیم و صدای مطلوبتری از سیم میکشیم بیرون. این به این معناست که ما از زور دستمون استفاده نمیکنیم، بلکه باید جستجو کنید در وجودتون ببینید که وزن دست به چه معناست. انداختن سنگینی دست روی سیم، زمینی که مضراب رو در میان انگشتانتون گرفتید، و رد کردن سریع مضراب از سیم باعث وارد شدن انرژی و وزن دست به سیم هست و صدای مطلوب رو از ساز بیرون میاره که حالا در ویدیوی بعدی به شما نشون خواهم داد که چگونه. خب، مرحله اول میشه قرار گرفتن مضراب روی انگشتان دست راست ما، برای چپ دست ها روی دست چپش. دقت بکنید، از بند اول و دوم انگشت ها رو خم میکنیم، غیر از انگشت اشاره که بعدا وظیفه حمایت از مضراب یا گرفتن مضراب رو داره، به طریقی که پشت دست صاف هست، یعنی از این مفصل سوم خم نمیشه. به این شکل خم میکنیم و اندازه‌ای که نوک شست ما برسه به انگشت میانی، به نوک انگشت میانی ما. در نتیجه برای اصطلاح فیزیک دست های گوناگون، اندازه های گوناگون متفاوت خواهد بود. برخی ممکنه که مجبور بشن بازتر از این بگیرن دستشون به خاطر بلندی شستشون، و برخی بیشتر جمع کنن به خاطر کوتاهی شستشون. حالا این دو بند جمع میشه، مضراب روی بند اول انگشت میانی قرار میگیره و شست میاد روش، و همینطور انگشت اشاره میاد به حمایت مضراب. اینجا شما یه حفره رو درست کردید که مضراب در میانش قرار میگیره و میتونید این حفره رو باز و بسته بکنید، با فشار دادن شست کوچکتر و بزرگترش بکنید. این تاثیر خواهد داشت برای مضراب هایی که میزنید وقتی که بخواید از فاصله کم مضراب بزنید و صدای بیشتر میخواید در بیارید، اون وقت میتونید مضراب رو سفتر بگیرید، میخواید آزادش کنید یه مقداری که صدا نرمتر بشه. یعنی شما میتونید سرعت گذشتن دستتون از سیم یکسان باشه و بازو بسته کردن این حفره، کوچک و بزرگ کردن این حفره، در واقع صدای بیشتر یا کمتری از سیم بگیرید، صدای خشنتر یا لطیفتری از سیم بگیرید، بستگی به اینکه به اصطلاح موزیسین ها پیانو یا فورته دارید اجرا میکنید یا میخواید ریزای نرم بزنید. حالا ساعد ما میاد از روی سیمگیر رد میشه و دستمون خم میشه به سمت کاسه ساز، یعنی به این شکل در میاد دست، خم میشه به سمت کاسه ساز به طریقی که این نرمه شست خیلی ملایم با خلک تماس داره. حالا مصطلح هست که میگن از مچ مضراب بزن، ولی در واقع مچ ما به این شکل حرکت نمیکنه، بلکه حرکت دورانی ساعد ما صدای ساز رو در میاره. ضمن این که این آزاد بودن دست ما، این مچ ما و این خم شدن این باعث میشه که هر حرکتی که شما روی ساعد انجام میدی در روی دست شما مضاعف و شدیدتر به سیم اصابت خواهد کرد. حالا با وزن دست، یعنی این که تمام این بخشای دست آزاده، کاملا نرم و راحت، دست شما مثل پنبه باید نرم باشه و مضراب با گذشتن از سیم با حرکت ساعد از طریق وارد شدن وزن دستتون به سیم صدای ساز رو در بیاره. پیروز باشید تا برنامه بعدی.